سرخط خبرها. خواست هالند از دولت افغانستان. وزیر خارجه هالند میگوید حکومت وحدت ملی به زودی کابینه‌اش را تکمیل کند. این یک نیاز مبرم است. صف حکومت وحدت ملی بدون تأخیر بیشتر به زودترین فرصت تشکیل شود. توافق کابل و اسلام آباد برای حل مشکلات پناهجویان. هر دو کشور کمیته مشترک را تشکیل دادند تا مشکلات پناهجویان را بررسی و حل کند. مسمومیت دانشجویان در پروان. نزدیک به 50 دانشجوی یک مدرسه در پروان مسموم شدند. و واکنش اوباما به نامه سناتوران جمهوری خواه. باراک اوباما محتوای این نامه را خنده آور گفته است. به نام خدا و سلام بر شما. به مجموع خبری نیمه روز از یک خوش آمدید. من عایشه ایلیاد هستم. هالند از دولت افغانستان می خواهد به زودی کابینه اش را تکمیل کند. این کشور 60 میلیون یورو به دولت افغانستان کمک کرد و قرار است این کمک ها در بخش های آموزش و پرورش و انکشاف و بازسازی در چارچوب ماموریت قاطع به مصرف برسد. هالند همچنان تاکید می کند که بخشی از نیروهایش را در افغانستان برای آموزش نیروهای کشور نگه می دارد. زکریا حسنی با جزئیات بیشترین خبر. ارشدترین مقام های هالند در کابل. وزیر دفاع و خارجه هالند برای بهبود روابط میان دو کشور به افغانستان سفر کردند. آنان ساعت پیش در نشست مشترک خبری با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه بر تعهد هالند برای کمک و بازسازی افغانستان تاکید کردند. وزیر خارجه هالند از دولت افغانستان میخواهد که به زودی کابینه اش را تکمیل کند. این یک نیاز مبرم است. صف حکومت وحدت ملی بدون تأخیر بیشتر به زودترین فرصت تشکیل شود. میخواهم تأکید کنم که ما بر همکاری های خود با حکومت وحدت ملی افغانستان پابند هستیم، چنانچه در این مورد با وزیر خارجه افغانستان نیز گفتگو کردیم. این مقام های هالندی همچنان تاکید دارند که بخش نیروهایشان را در چارچوب ماموریت قاطع ناتو در افغانستان نگه خواهند داشت. از سوی هم صلاح الدین ربانی روابط افغانستان با جهان را بسیار مهم می‌داند و تاکید دارد که هنوز هم کشور نیازمند کمک های جامعه جهانی است. وعده‌های همکاری که دادند در ارتباط به سالانه تا سال 2016 سال 60 میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کنند و در ساعات مختلف در تعلیم و تربیت، در مسائل سکتور خصوصی و مسائل و بخش‌های دیگری که همه‌شان به افغانستان تشکر می‌کنند از این کمک‌ها و کمک‌های قابل قدر است. ارشدترین مقام‌های هالندی در حالی به افغانستان سفر کردند که ماموریت جنگی ناتو در این کشور پایان یافته و ماموریت تازه این پیمان که بخش بزرگ آن آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی کشور است آغاز شده است. پیشتر نزدیک به 2000 سرباز هالندی در افغانستان در ماموریت جنگی ناتو فعالیت داشتند، اما اکنون نزدیک به 100 آموزگار این کشور برای آموزش نیروهای امنیتی در افغانستان باقی خواهند ماند. 48 تن از دانش آموزان یک مدرسه در ولایت پروان دیروز مسموم شدند. این دانش آموزان از مدرسه ابوذر غفاری بودند که دیروز پس از صرف غذای چاشت مسموم شدند. قاری نیک محمد نجرابی سرمعلم مدرسه ابوذر غفاری میگوید مسموم شدگان به بیمارستان پروان منتقل شدند و می افزاید که دلیل این مسمومیت هنوز روشن نیست. فرمانده پلیس ولایت پروان مسموم شدن دانش آموزان را تایید کرده میگوید بررسی های پلیس در این مورد آغاز شده است. مدرسه ابوذر غفاری در پروان 1600 دانش آموز دارد و در چوکات ریاست معارف فعالیت می کند. افغانستان و پاکستان در مورد تشکیل کمیته مشترک برای حل مشکلات پناهندگان افغانستان در پاکستان به تفاهم رسیدند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری های پاکستان، این تفاهم در جریان دیدار سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان با مقام های آن کشور به دست آمده است. این کمیته مسئول خواهد بود تا زمینه توزیع اسناد به پناهندگان افغانستان در پاکستان را که بدون اسناد به سر میبرند فراهم سازد. شماری از مقام های پاکستانی که در این نشست حضور داشتند گفتند پاکستان گفته است که اسلام آباد در نظر ندارد زمان اقامت پناهندگان افغانستان را تمدید کند. بر بنیاد گزارش رسانه های پاکستان، زمان اسناد قانونی که برای 1.5 میلیون پناهنده افغانستان داده شده است در 31 ماه دسامبر سال روان میلادی پایان می‌یابد.
حامد کرزی هشدار می‌دهد که نباید افغانستان زیر اثر پاکستان قرار گیرد. رئیس جمهور پیشین در گفتگو با روزنامه گاردین گفته است اگر سیاست خارجی افغانستان در دست پاکستان قرار گیرد، مبارزات مردم افغانستان بر ضد انگلیس و شوروی بیهوده خواهد بود. وی همچنان از فرستادن 6 دانش آموز افغان برای فراگیری آموزش‌های نظامی به پاکستان انتقاد می‌کند و گفته است فرستادن این سربازان به کشوری که به افغانستان مهاجم انتحاری می‌فرستد کار درستی نیست. سجاد محمدی گزارش می‌دهد. ظاهراً حامد کرزی رئیس جمهور پیشین عملکردهای جانشینش را به دقت نظاره می‌کند. آن هم هنگامی که رئیس جمهور غنی روابط نزدیک را با کشور دردسرساز برای افغانستان یعنی پاکستان ایجاد کرده است. مقام های پاکستانی بر رئیس جمهور غنی تعهد کردند که طالبان را پای میز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان میکشاند. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در گفتگو با روزنامه گاردین هشدار داده که نباید سیاست خارجی افغانستان زیر اداره پاکستان قرار گیرد. ما خواهان روابط دوستانه با پاکستان هستیم، اما نباید زیر اثر این کشور قرار داشته باشیم. اگر ما سیاست خارجی خود را در اختیار دیگران قرار دهیم، در آن صورت تمام مبارزات مردم افغانستان بر ضد انگلیس و شوروی سابق نابود خواهد شد. چند هفته پیش حکومت افغانستان 6 دانش آموز افغان را برای فراگیری آموزش‌های نظامی به پاکستان فرستاد، کاری که انتقادهای زیاد را هم به همراه داشت. این موضوع حالا خشم حامد کرزی را هم به همراه شده است. ما نباید سربازان خود را برای آموزش به کشورهای همسایه بفرستیم، به ویژه کشوری که در مقابل برای ما مهاجمان انتحاری را میفرستد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، کابل و اسلام آباد ظاهرا تلاش ورزیده تا روابطشان را با همدیگر نزدیک سازند. چنانچه رئیس جمهور غنی در دومین سفر خارجیش به اسلام آباد رفت و تا آنو 4 بار رئیس ارتش پاکستان به کابل آمده است. شورای ولایتی کندهار بخشی از گزارش دیدبان حقوق بشر را که در آن والی بلخ، فرمانده پلیس کندهار و اسدالله خالص رئیس امنیت پیشین به جنایت جنگی و کشتن غیر نظامیان متهم شدند، نگوهش کرده است. شورای ولایتی کندهار این شخصیت‌ها را خدمتگاران مردم دانسته است. توجه کنید به گزارش در این مورد. شورای ولایتی کندهار دیروز کارش را از سر گرفت. دروازه این شورا و شوراهای دیگر به دلیل آنچه گرفتن صلاحیت نظارت از آنان گفته می شد از چند هفته به این سو بسته بود. شورای ولایتی کندهار گزارش دیدبان حقوق بشر را که در آن فرمانده امنیه این ولایت والی بلخ و اسدالله خالد به جنایت جنگی و قتل غیر نظامیان متهم شدند نکوهش می کند. دای سری باندې لمیخ بری چې هغه د وطن امنیت را وسره دی او په وطن کې خدمت کی او خدمت ولاړی چې دی وساده. شورای ولایتی کندهار عطا محمد نور والی بلخ و اسدالله خالد رئیس پیشین امنیت ملی را که دیدبان حقوق بشر آنان را نیز به جنایت جنگی و کشتن غیر نظامیان متهم کرده شخصیت های خدمتگار مردم می داند و گزارش را دور از واقعیت می شمارد. بشر حقوق اول دی خپل وزانت و گولی چه بده که چون جنایت کاران موجود دی چه ده تزمور ده چو اشخاص پا گراگوتا کردی دی مثلا ده استا عطا نور د مزار والی یا د قمندان عبدالرازق جنرال عبدالرازق خو استاد د ملت په خدمت کې دی. مشتاسی وینو چې نن ورځ په زابل کې دی په جنگ اخته دی چې خارج د ولایت دی په جنگ اخته دی. موږ د پاره قمندان صاحب ډېر خدمتونه کړي یوازې زموږ د پاره نه چې مکمل زموږ د حوزې د زون په صفت اندونوی کندهار د پاره ایلمند زابل روزګان او کندهار د پاره دی کار کوي. نشر گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر که در آن شماری از فرماندهان و مقام‌های دولتی به جنایت جنگی و کشتن غیر نظامیان متهم شدند واکنش‌ها را در پایتخت و ولایت‌های کشور برانگیخته است. با آتش افروزان امتیاز داده نمی شود. رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی هشدار می دهد که گفتگوهای صلح به معنای حاکمیت دوباره طالبان نیست و در این روند هیچ گونه معامله صورت نخواهد گرفت. از سوی هم رهبران جهادی کشور هشدار می دهند که روند گفتگوهای صلح با طالبان باید به گونه شفاف به پیش برده شود. بشیر احمد قاسانی با جزئیات بیشترین خبر. سیاسی ترین بخش بزرگداشت از مراسم سالروز درگذشت مارشال فهیم را گفتگوهای صلح با طالبان تشکیل میداد. درست پیش رئیس جمهور غنی هشدار داد اگر گفتگوهای صلح به زودی آغاز نشود مسئولیت آن به دوش کسانی است که به جنگ ادامه میدهند. اکنون دکتر عبدالله عبدالله هشدار میدهد هیچ گونه معامله در گفتگوهای صلح با طالبان صورت نمیگیرد و حقوق زنان و دستاوردهای 13 سال گذشته در این گفتگوها نادیده گرفته نخواهند شد. ای به هیچ صورت به معنای رفتن به روزهای تاریک گذشته که ملت تقسیم شده بود، ملت مغضوب، ملتی که سرزمینش
باغش باید آتش زده شود، ملتی که باید به دره زده شود، مردمی که باید زن و مردش جدا شود، زن فرستاده شود به جلال آباد و مرد فرستاده شود به دیگه منطقه. این مسئله را، این مسئله به هیچ صورت صلح مصالحه به این معنا نیست. آقای عبدالله به طالبان نیز هشدار می‌دهد که در بدل آتش افروزی امتیاز به دست نخواهند آورد. اگر صحبت کردند، اگر آمدند به معقولیت تن دادند، از جنگ، از خشونت، از ارتباط با تروریسم دست گرفتند، این خانه خانه مشترک همه مردم افغانستان است. هیچ کس از کشور نمی‌خواهیم تبعید باشه. هیچ کس نمی‌خواهیم که در وسیله دست اجانب شوه و سرزمین خود با آتش بزنه. ما نمیخواهیم میره. اما اگر کسی آتش افروزی را وسیله گرفتن امتیاز بگیره، امتیاز در خدمتش نیست. این گفته ها در حال مطرح میشود که رسانه های پاکستانی گزارش کردند که در بدل گفتگوهای سال 30% کابینه و 3 ولایت به طالبان واگذار خواهد شد. رهبران جهادی نیز از روشن نبودن گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت نگرانند و تاکید دارند باید این گفتگوها به گونه شفاف و پیش برده شود. برای ما مجاهدین و مقاومتگران و مردم هوشیار افغانستان پرچم تغییر دادن مهم نیست. سفید سیاه شود به هیچ وجه ما را فریب نخواهد داد. نام عوض شود به هیچ وجه ما را فریب نخواهد داد. ما در برابر افراطیت و دستاندازی بیرونی ها به هر نام و عنوانی که باشه میستیم و استاد خواهیم شد تا آخرین لحظه را. مردم افغانستان انتظار دارند تا روند مصالحه به طور کامل از شفافیت برخوردار گردیده و ملت در مراحل مختلف از پیشرفت ها در این رابطه آگاه شود. پیش از این گزارش شده است گفتگوهای صلح به زودی با طالبان در همکاری با پاکستان، چین و عربستان سعودی آغاز خواهد شد. هنوز روشن نیست که این گفتگوها با چه قیمت عملی می شود، اما رئیس جمهور غنی پیش از این گفته است قیمت صلح از قیمت جنگ بیشتر نخواهد بود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به زودی ایجاد خواهد شد. رئیس اجرایی حکومت تاکید می‌ورزد که برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان تلاش های جدی جریان دارد و به زودترین فرصت تعدیلات در قانون انتخابات به میان خواهد آمد. نهادهای ناظر بر انتخابات تعداد رهبران حکومت وحدت ملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی امیدوار کننده می‌دانند و تاکید دارند که این وعده ها باید هر چه زودتر عملی شود. سلیمان مستمند گزارش می‌دهد. بر بنیاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی کشور در آغاز این روزهای کاری این حکومت گفته شده بود. اما در حالی که انتقادها از تأخیر اصلاحات انتخاباتی در برابر حکومت افزایش یافته است، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این گلگزاری در آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم تاکید می‌ورزد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به‌زودی ایجاد خواهد شد. بقای افغانستان، سلامت افغانستان به این مسئله تعلق میگیره. قرار است کمیسیون ایجاد شود برای اصلاح نظام انتخاباتی و سیستم انتخابات و تعدیلات در قوانین. هشدارها و نگرانی های نیز وجود دارند که در صورت نیاوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی و رهبری کمیسیون های انتخاباتی، انتخابات پارلمان هم مانند انتخابات ریاست جمهوری به چالش گرفته خواهد شد. تعهداتی که رهبران حکومت وحدت ملی به او تاکید میکنه واقعا امیدوار کننده است برای اصلاح روند انتخابات، اما منتظر هستیم که شاید عملی شدن از این تعهدات باشیم. یعنی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید هر چه زودتر ایجاد شود، کمیسیون توانمند باشه. پیشتر هم کمیسیون مستقل انتخابات به میان آوردن تغییرات را زیر نام اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی غیر قانونی گفته بود. مسئولان این کمیسیون ها هشدار دادند که رهبران حکومت نباید زیر نام اصلاحات افراد نزدیک به خود را در این کمیسیون ها بگمارند. مجمع خبری ما همینجا به پایان می رسد. از همراهیتان سپاس. روزتان خوش. خدا نگهدار.